دوستان سلام. پیرو ویدیوهای نصب و تنظیمات توزیع جنتو، من اول توضیحی بدم و اینجاست که ببینید، این ویرچوال ماشین و سروری که و هایپر ویزوری که من از راه دور بهش وصل هستم و دارم این کار رو انجام میدم، این در جایی که من هستم نیستش. من الان خونه هستم و از راه دور به اون شرکت متصل میشم و متاسفانه بعضی وقتا من یه فرمان اینجا میزنم چندین ثانیه طول میکشه و خب دوستان میگن این انگار حالت دیلی داره اینا، و این از کم بودن سرعت خود اون کامپیوتری که از راه دور هستم و ماشینی که روش هست و اینترنت اون نیست، از اینترنت من در منزل هست متاسفانه. و من اینو گشتم در دیر وقت، الان دارم کار ادامه میدم که یه مقدار سرعت اینترنت بیشتر باشه، ولی همینی که هست و این وضعیتی است که ما در کشور داریم فعلا در شرایط فعلی. خب ببینید، ما کاری که کردیم، آخرین کاری که ما انجام دادیم اینجا بود که ما اومدیم اصطلاحاً یه پروفایل برای ورد، یعنی کار اصلی که ما میخوایم انجام بدیم، پکیج های پیش فرض سلکت کردیم که بعدا بتونیم یه دسکتاپ گرافیکی نصب بکنیم، و این یه اپلیکیشن هایی رو اومده دانلود کامپایل و نصب کرده که 25 دقیقه طول کشیده. و من اینو بگم که این شامل خود KDE یا محیط گرافیک ایکسپین دو اینا نیست، فقط آماده شده برای این کار. و الان این اومده و به ما میگه که اولا برای این که یکی از فایل های سیستم دی هستش، من الان کلیدو میزنم چند ثانیه طول میکشه. خب یه مشکلی داره که باید این مشکل رو رفع بکنیم. خیلی از این فرمانی که من میزنم و من میرم از روی گنتو و امرج چیت شیت، یه چیت شیت داره که برای مخازن گنتو هستش، و از روی اون من میبینم که باید چه کار بکنم. و چون کامل من اینا رو حفظ نیستم، خب یه دونه این بود و بعد یه دونه دیگه گفته بود که سافرهای اوبسولیتی که دیگه استفاده نمیشن بر اساس کانفیگای شما اینا رو پاک کنید، که بودش امرج دپ کلین. خب دپندنسی هایی که دیگه استفاده نمیشون. خب یه تعدادی اینجا هستن. ببینید مثلا این اوپن آر سی، این ما با توجه به اینکه از سیستم دی استفاده میکنیم، از خب آین آی تی دی احتیاج نداریم و این میشه تمام چیزی که مربوط به اون هست و به همچنین تنظیمات شبکه‌اش و اینا رو همه رو پاک کرد، و خب یه چیزی مربوط به تمپ فایل و اینا بوده اینا رو پاک کرد برام. خب ما الان اومدیم این کار رو انجام دادیم و میریم توی ویکی که کار رو ادامه بدیم، که ما اینجا خب لایسنس ها که چی، الان تایم زون رو باید انجام بدیم و تنظیم تایم زون ایشیا استش تهران ما هستیم، خروجیش بره به استش ETC استش تایم زون. خب این هم تایم زونه که ما میخوایم کانفیگ کنیم، image config sysleaps time zone data sysleaps slash time zone dash date. بعضی وقتا من اینجا یه چیزی رو میزنم احتمالا چندین بار تایپ میشه، اینو هم دیلی داریم هم یه همچین مشکلی رو داریم. خب فایل لوکیل، رسیدیم به کار لوکیل نانو slash etc slash لوکیل دات جن، که این رو ما بعد الان بیایم. خب ما به فارسی احتیاج داریم، به انگلیسی و انگلیسی یونیکود هم احتیاج داریم. لوکیلمون هم جنریت کنیم و خب میگه لوکلتونه که جنریت کردین، با ابزار امرج سلکت اینا رو لیست بگیرین، ای سلکت لوکل لیست، ای سلکت لوکل ست، درسته؟ ببینم، آره ست شماره که پیش فرض ما میخوایم اینه 5. الان یه لیست بگیرم، بله ایناش، این ستاره اومد کنارش. خب
اینم از لوکیلمون، بعد اومده انوایرمنت تو بر اسب لوکیل و تنظیمات اینا آپدیت کرده، envy آپدیت و این پروفایل رو که در واقع پروفایل شل ما هستش رو دوباره سورس کرده. من اینو یه ادیتی هم بکنم برای کار خودم، نانو اسلش etc اسلش پروفایل، و اونم اینجاست که بیام تش یه خط میزنم الیاس، خب ال ال مساویس با ال اس داش ال ای اچ. خب یعنی مثلا ما الان ال ال نداریم، اونو سورسش میکنیم اسلش ای تی سی اسلش پروفایل، حالا ال ال داریم. بله خب، و بعد اومده پرامپت هم آپدیت کرده که من این کارم احتیاجی نمیبینم. خب آها، میرسیم به مبحث شیرین کرنل. و خب من اول اینو بزنم و در این فرصتی که داره این اتفاق میفته ببینید، ما خب الان ما همیشه میزدیم امرج که میزدیم و یه پکیج میومد اینو میورد و کامپایل نصب میکرد. در مورد کرنل اینجوری نیست. پس چه الان اتفاقی میفته؟ و اینجا اگر بریم به کرنل اوورویو پیج، ببینید در ریپوزیتوری های جنتو خب نسخه های مختلفی از کرنل هستش که این یه دونه یه نسخه اپتیمایزده که خیلی از آپشن ها به صورت پیش فرض دیسیبل شد، خب و یه مدارم قدیمی هستش. ما الان این فرمانی که اینجا هستش میتونیم ببینیم که چه کرنل هایی هستش رو با این میشه دید. اوکی، این امیج سرچ میکنه و خب من الان یه رایت کلیک کردم هیچ اتفاقی نیفتاد، دوباره کپی. خب یه دونه برگردیم اینجا، این الان تازه داره سورس رو میاره، این سورس کرنل هستش که سورس پیشفرز جنتوس. میبینید که ورژن 4.19 است این روزا. من آخرین نسخه ای که میدونم 5.0.5 نسخه آلفاست. و منتها خب ببینید، خب کاربرهای و دیولپرهای جنتو یه نسخه ای رو میان و تست میکنن و پچ های مختلفی که هستش و میدونن درست هستش و اینا، اینو به صورت پیشفرض دادن. میبینید این پچ های مختلفی که هستش و اینا که کاملا تست شده است و اوکیه. و بعد شما موقعی که کرنلی که سورسش مثلا از kernel.org یا میرورش روی سایت گیت هاب میگیرید، خب اون به صورت پیشفرض خیلی از آپشن ها اینیبله. خود لینوس تصمیم میگیره چه چیزایی توی کرنل باشه نباشه بای دیفالت، خود لینوس به بقیه دوستان، خب و مثلا چه سخت افزاری رو بای دیفالت ساپورت بکنه یا نکنه و بقیه توضیح هم یعنی دستکاری هایی توی این زمینه میکنن. مثلا توی لایو بیشترین میزان ساپورت رو شما روی دیسک لایو دارید، ولی خب وقتی روی سیستم خودتونه قاعدتا نمیخواید خیلی ماژولایی که مربوط به سخت افزار شما نیست لاد نشود. و ما اینکه بعدا اینو چجوری کاستماایز کنیم الان یه خورده جلوتر میریم میبینیم. این نسخه ای که روی گندو هست مثلا نیدیده پچایی داره که مثلا چه میدونم پچ این مربوط به انکلوژر ساتا برای اپل مک. خب حالا اینا الان گرفتش چیزی اولش 1 گیگابایت هستش، سورسش اکسترکت میشه میاد اونجا. و ما آپشن دیگری هم داشتیم برای کرنل که توی این هندبوکی که ما داریم پیش فرض اومده در مورد این سورس ریکامندد خود جنتو صحبت کرده، ولی الان من به شما نشون میدم که چه آپشن های دیگری ما داریم. و اگر ما اینو با دستور لس ببینیم، بله خب اینجا مثلا خب ما این بوده، ببینید full sources including the gentoo patch set for the 4.19 kernel 3. خب این بوده که بوده، ولی این یه مورد به خصوص رو میبینید، این موردیه که از روی خود kernel.org از مخازن گیت سینک میشه. نسخه‌ای که الان از زارن 5.1 ریلیز کاندیدیت سست، این خیلی جدیدتره. خب بعد نسخه‌ای که برای پروسسورها و پردازنده میپس اپتیمایز شده، خب نسخه‌ای که مثلا برای راسبری پیه، خب
خب توی مثلا هندبوک رسپبری پی رو بخونید میگه اینو نصب کنید. خب نسخه ای که این ونیلا این فعلا آپدیت نمیشه، این نسخه آلفاییه که شبیه چیزی که توضیح دیگه هستن، ولی خب این من یه بار خونده بودم که اینو گفته بودم ما وقت اینو دیگه نداریم هی بشینیم ببینیم چه چیزی اومده و چه جوری مرجش کنیم. خب برای ایکس باکس، برای زن و اینا، خب ما به اینا کاری نداریم. خب حالا اینو کجا اومد؟ من الان اگر اسلش بوتو ببینیم هیچی توش نیست. خب این فایل دات کیپ و اینا زیاد مهم نیستش، 0 بایت میبینید. پس این کجا اومد؟ اومد اینجا cd/user/source اینجا اومده، اینم یه سیمبولیک لینک به اینه و این رو ما الان باید کانفیگ و کامپایل کنیم و برمیگردیم به هندبوکمون. خب میگه که حالا چجوری کامپایل کنیم، میگه که خب مثلا با ابزاری مثل LSPCI میتونید ببینید که چه سخت افزاری دارید. خب ما الان مثلا این ابزار رو نصب میکنیم برای مثال. خب البته احتیاجی به این نداریم چون الان میدونیم که ما تو وی ام ور هستیم. حالا نول بگیریم. بله پس PCI Utils سری مثلا اینجا میتونید ببینید، میبینید اینا همه وی ام ور، اینا چیزاییه که بعد مثلا ما داشته باشیم تا سیستممون بوت بشه. دقت کنید این کلمه وی ام ور رو اینجا شما دقت بفرمایید. خب وی ام ور، من پس دقت کنید من هر چیزی که وی ام وره باید داشته باشم. خب بعد یه وسیله دیگه هم این ls mod ما بگیریم، لوله لس بهتر از مال همیشه. اینا ماژوله که لاد شده، حالا اون سخت افزار رو دیدیم، اینا هم چیزاییه که مثلا برای این مثلا خب احتیاج نیستیم، روی DVD لایو احتیاجه. خب باز بی ام ور دقت بکنید. خب این چیزایی که هستش رو اینجا میتونیم ببینیم. خب حالا ببینید مک در واقع گنو مک، این یه منوی اومدم براش درست کردم برای کرنل. خب یعنی اگه من بزنم مک هلپ خب و لس میاد میگه که آپشن های کجا هستیم. خب باید بریم توی اینجا لینوکس، اینجا اول لیست من بگیرم، اینجا میک فایله، این تنظیمات اینجاست. حالا کار خود میک و برنامه نویسی با میک و اینا که چجوری میک رو تنظیم کنیم توی گنو کامپایلر کالکشن هلپ ها میتونید اینو بخونید. فعلا ما وارد این مپ پس نمیشیم، پس فقط من میرم هلپش رو اینجا به شما نشون میدم. خب میبینید اینا مثلا تنظیمات مختلفش هست که آقا مثلا چیزی که نصب کامپایل شده باشه کلین کنیم، بعد این پیش فرض ببینید کانفیگ به صورت تحت خط اینکه حالا چه چیزی رو اینیبل کنیم، چه سخت افزاری رو اینیبل کنیم، چه نرم افزاری رو که جزئیات کرنل باشه اینیبل دیسیبل کنیم، به صورت داخلی خود کرنل باشه، به صورت ماژول باشه، اینا همه تنظیماتش اینا هستش. و خب مثلا ما میتونیم با ابزاری که پیش فرض توضیح میشه این مک منو کانفیگه، خب که میاد بعد خروجی تنظیمات کرنل رو تو فایل دات کانفیگ می نویسه، فایل تکسته. خب اینجا مثلا شما میتونید برید مثلا به فرض دیوایس درایور مثلا یه کارت گرافیکی یا مثلا سخت افزار استوریج یا شبکه رو اینیبل یا دیسیبل بکنید، مثلا مکینتاش دیوایس درایور خیلی چیزای دیگه. الان جنریک دیوایس درایور، حالا من برمیگردم اگزییت اگزییت اگزییت، چیزی هم سیو نمی کنیم. خب آپشن های دیگه داریم، انکورسس کانفیگ، این یه شکل دیگه است، می دید همونه منتها یه جوری دیگه است. خب F9 خروج، چیزی هم سیو نمی کنیم، nothing was saved. خب و اگر شما الان در این محیط گرافیکی هستین دقت بفرمایید، این چنج روتی که ما داریم در محیط خود
هارد دیسک ما الان چیزی گرافیکی نداریم، میتونیم به شکل گرافیکی با کیوتی بیست یا جی تی که بیست هم احتمالا یه فرانت اندی درست کردن برای کانفیگ. من اینا رو ندیدم، بعدا قصد دارم ببینم، و همیشه با منو کانفیگ رفتیم. خب حالا make منو کانفیگ، اینجا که من میرم اول میخوام هرچی که وی ام ور باشه رو اینیبل کنم. با اسلش میتونم اینو سرچ کنم وی ام دبلیو. خب مثلا مورد اول دی آر ام درایور فور وی ام ور ورچوال جی پی. این دی آر ام اینجا منظور دیجیتال رایت منیجمنت نیست، یه چیز دیگه است. خب خب این رو ناکنید، با یس ما بزنیم اینکلود میشه داخل خود کرنل، با ام بزنیم ماژول میشه، و ان بزنیم نمیشه. ما اینجا یس میزنیم، این فرم بافرم میزنیم یس، احتیاج داریم و برمیگردیم. خب مورد دوم که این هستش، خب هم فرم بافر بود که الان فعال کردیم، این پارا ویرچوالایزد درایورز رو قاعدتا احتیاج نداریم، ما الان مود فول ویرچوالایزدیم. حالا من اینا رو هم اینیبل میکنم. سه اینفینی بند سپورت یس کیو اگزیت این هنوز فکر کنم فعال نشده. چه چیزی شباید باشه؟ آه وی ام ایکس نت، اینو من بگردم سه سلاش وی ام ایکس نت. خود این رو این مهمه، این یس حتی میتونم به عنوان ماژول هم باشه، برای بوت لازم نیست، ولی خب اگزیت اگزیت اینفینی بند. الان ما اینجا بریم ببینیم وی ام وری چیزی اومده دیگه، چیش موند؟ اینفینی بند یس 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 سه. آه خب اینم یس، احتیاج به این نداریم قاعدتا، ولی خب حالا وی ام ور بالون درایور حالا چه چیزی هستش، اینا رو بعد همرا خوند. هایپر ویزور گست هم اول باید بگردیم، اول برم چهار اسلش هایپر ویزور گست، این یک اینجا گفته بزنید. خب یک رو میزنیم، این هم یس. اینفینی بند وی ام ور بالون چهار، این چیه؟ این هم بذارید اینیبلش بکنیم. یس اگزیت اگزیت یس یس چهار. آه خب اومد یس اگزیت. بعد آه این مهمه، نه اینه باز پارا ویرچوالیزیشنه، ولی خب حالا باز اینم اینیبل کنیم. لو لول کو اینجاست یس اگزیت اگزیت. وی ام ور خب اینم یس، وی ام ور وی ام سی آی هفت یس اگزیت. خب این هفت یس، شیش یس، آه نه هفت یس نیست، هفت یس اگزیت. خب هفتمونم یس شد، شیشمونم یس، پنجمونم یس، چهارمونم یس، سهمونم یس، دومونم یس، یکم یس. خب اگزیت. خب حالا برگردیم دوباره به چیزایی که لازمه. آه مثلا اینجا گفته برای، ببینید دقت بکنید، مثلا ما اولین بارم هست من خودم دارم با سیستم دی میرم، این دف تی ام پی اف اس برای سیستم دی فکر کنم لازمه. برگردیم دف تی ام پی اف اس، خب فعال هستش اگزیت دیگه. این اسکازی اینا رو همه رو ما فعال کردیم، اسمال کامپیوتر استوریج اینترفیس. خب آه فایل سیستما،
این مهمه. برمیگردیم به فایل سیستم ها. فایل سیستم، فایل سیستم. خب ببینید فایل سیستمی که شما فرمت کردید، انتخاب کردید، هم از نظر ساپورت هم از نظر بوت اینا باید مهمه. مثلا اون چیزی که میخوایم ساپورت کنیم به عنوان ماژول میخوایم، مثلا اگر بی تی آر اف اس رو بعدا بخوایم مانت کنیم، اینو یه ام میزنیم که این ماژول بشه. بعد فیچرهای لازمی هم که داریم اینا رو هم هر کدوم به صورت ماژول اگه لازم باشه میزنیم. حالا من اینا رو فعال نمی کنم چون میخوام سرعت کامپایلمون بالا باشه. اگزییت. برمیگردیم اینجا. پوینت تو پوینت پروتکل اوور ادرنت، این برای شبکه احتیاج ندارم، اس ام پی احتیاج ندارم، یو اس پی احتیاج ندارم. آها این مهمه. آرکیتکچر اسپسیفیک کرنل کانفیگوریشن، بتونیم آقا کرنلمون رو برای سی پی یو بهبود ببخشیم. بکنم تو این پروسسور تایپس هم فیچر باشه. بله پروسسور تایپ هم فیچرز توی پروسسور فامیلی، اینجا پروسسور فامیلی، پروسسور فامیلی پیش پس جنریکه. میبینید اینجا بهبود از سوزرد میگیره. ما میگیم برای کورتو دو یا زئون. بله بعدش آها IA3 توی executable file format emulation، emulation هایی که داریم. حتی ما قاعدتا احتیاج نداریم به اینا. ببینیم کجاست emulation. میتونم سرچ کنم. حالا بذارین حالا خورده این آپشن هم شما ببینین چقدر آپشنه. کجا بود پس executable؟ شاید بردنش برای دیگه. حالا ولش کنید، ما الان چیزی رو نمیخوایم امولیت بکنیم. آپشن برای جی پی تی یو ای اف آی ما احتیاج نداریم. به به چقدر خوبه. تموم شد. اگزییت. آقا سیف میخوام بکنید. بله این فایل دات کانفیگ ما که با نانو میتونیم ببینیمش اینجاست. درست شد. خب حالا اینجا میخوام اینو میک کنیم. ببینید اون تنظیمی که برای ما امرج و پورتیج داده بودیم برای اینکه از چند کور استفاده کنه اینجا صادق نیست. اینجا باید دوباره دستی بدیم. خب من الان میزنم تایم میک داش جی از 32 تا تردی که به این دادیم از 30 تاش استفاده بکنیم. دیگه چی؟ همین. خب اینو بریم اول. این خود کرنل ماژولا نیستن. خب ببینیم این چقدر طول میکشه. خب حالا ببینید ناکنید یه برنامه که آپتیمایز شده که از برای کامپایل شدن بتونم مولتی کورم مولتی ترد استفاده کنید. ببینید همه این کورها و تردها داره استفاده میشه. اگه سرور الان کنار من بود فنش با حد اکثر صدا داشت کار میکرد. خب و این الان نشان دهنده یک پروژه مدیریت شده خوب برای تعداد زیادی دیولپره که واقعا میبینید چقدر اپتیمایزد. یه مثلا یه چیز کوچیک نمیتونه مانع بشه که بقیه کامپایلش انقدر طول بکشه. و خب حالا فکر میکنید که اگر ما میخواستیم یه دونه کرنل کامل کامپایل کنیم چقدر طول میکشید. من محض اطلاع حتی واقعا این کارو میکنم. نسخه 5.1 RC3 بود اونو. حالا بعد از اینکه کارمون تمام شد و اینو نصب کردیم، از این کرنل استفاده کردیم، بوت شدیم، رفتیم تو سیستم، اونم من بعداً دانلود میکنم، کامپایل میکنم ببینیم. ولی الان یه دونه کرنل مینیمال که الان برای بوت ما داریم استفاده میکنیم خیلی بوتش طول نخواهد کشید. حالا برمیگردیم اینجا. آها بعد ببینید ماژولام اگه لازم باشه اینجا جداگانه کامپایل و اینستال میشه. خب ببینیم. آه خب کنترل الان اواخرش بوده. من یه لحظه دیدم که داره لینکر. آه تموم شد. 1 دقیقه و 36 ثانیه بیشتر طول نکشید. خب الان اگه من یه لیست اینجا بگیرم این کرنل عزیز ماست. خب حالا تایم میک ماجولز
اینستال هم نمیخوایم فعلا. .j30 ببینیم چقدر برای کامپایل ماژول ها، چیزی هم به صورت ماژول نه، همه چی اینتگریت کردم دیگه. بعد ها بعد خب من توی تلگرام با آقای فریدونی صحبت میکردم در این مورد که آقا چی به صورت ماژول باشه چی اینتگریتد باشه، داشتیم صحبت میکردیم. حالا من بعدا توی اون ورژن کامل کرنل میگم که چه کار میتونیم بکنیم که دقیقا فقط ماژولایی که لازمه لاد شده رو ببینه بعد اون رو استفاده کنه. حالا جلوتر بریم اینا رو میبینیم. خب میبینیم تموم شد. خب یه make دوباره نکنید ll/boot من بگیرم، اینجا چی نداریم، یه make install میزنیم. بله میبینید این کرنل ما اومده اینجا نشسته. خب حالا این آپشن INIT RAM FS یا Initialization RAM File System این چیه؟ ببینید اگه مثلا بعضی وقتا چند پارچه داشته باشیم برای مثلا slash user و slash varمون جدا باشه، این در اون صورت مثلا یا موارد دیگری ما نیاز به INIT RAM FS داریم که این یه در واقع فایل زیپیه که یه Initialization RAM File System یه Temporary File System مقدماتیو توی فایل درست میکنه برای ما و بعدن میاد اونو اول مانت میکنه که بعدن فایل سیستم های دیگر جدا جدا مانت بکنه، چیزی رو جنریت میکنه، ابزاری هست اسم جن کرنل که اونو میاد درست میکنه، اونم میذاره اسلش بوت که گراب اونو میشناس. ولی ما فعلا با این کار نمیکنیم، نه از LVA میداریم استفاده میکنیم نه از مثلا انکریپشن استفاده میکنیم، خیلی کار ما ساده است. خب حالا که برای اون که اونم کار بکنه باید فایل سیستم تبمون رو درست بکنیم و اونو جنریت بکنیم و خب نه ما باز به اینا کاری نداریم. فرمورا ببینید برای مثلا بعضی از کارت‌های گرافیک و اینا باید فرمورای ویژه باشه، کلاس سورس و اینا که اگه لازم باشه اینا رو نصب می‌کنیم. خوشبختانه به اونم کاری ما نداریم. خب می‌رسیم به مبحث شیرین فایل سیستم تب. خب به صورت پیش فرض اگه ما بریم یه فایل سیستم تب اینجا هستش که این دمو هیچ درست نیست، اینو ما باید همش رو اصلاح بکنیم. با UUID ما میتونیم کار بکنیم، من الان برای راحتی کار خب اینو همین جوری میدم، نباید در دنیای واقعی این کار بکنیم خب، ولی ما میخوایم راحت باشیم سریع ویدیو رو تمام کنیم. با دستوری مثل BLKID میتونیم اینا رو همون شکلی که قبلش بود با UUID بدیم و خیلی بهتر که اگه سیستم جای دیگه هم رفت و اینا SDA شد SDB1 و اینا باز مشکل نخوره بتونه بوت کنه، ولی فعلا ما به اون کاری نداریم. خب این کارم کردیم، تنظیمات FSTAB و اینا. خب خارج. خب حالا نتورکینگ این فایل رو میگه برای من ادیت بکن، هاست نیم فایل نیو، آره اینجا فایل جدیده. خب گفته بزن هاست نیم مساوی با میزنی اسمش رو جن تو ببخشید من اینا همش قاطی میکنم آخه تنظیمات نتورکینگ اینا نمیدونم اصلا برای INIT دیه. بعضی وقتا اینا تنظیمات سیستم دی متفاوت ها. این چیه گفته این مهم نیست کام نتورک. خب اینم باز من فکر کنم برای سیستم دی صادق نیستش. آره اینا برای INITه، اینا همش INITه. این اسم اون هوم نتورک رو کجا گذاشته بود؟ آره دومین بود ما داده بودیم.
اینو درست کردیم یا نه؟ بله اینو درست کردیم. میام پایین. اسم سیستم میذاریم چی بذاریم؟ علی. اینم علی دات گن تو. اینو یه چیز دیگه بذاریم، اینو بذاریم اسم کل سیستم رو بذاریم گن تو. اینم بذاریم گن تو دات همون مثلا هوم نتورک، اینجوری قشنگ تره. آره بهتر اینجوری، من بیشتر دوست داشتم. خب دیگه هاست نیم گن تو بود اگه اشتباه نکنم، هاست نیم رو درست دادیم، بعد گن تو باشه. بله خب پی سی ام سی آی ای هم که نداریم، پسورد روت. خب الان داریم پسورد، میتونیم پسورد روت یه یوزر دیگه که نداریم رو تغییر بدیم. پسورد یه پسورد، آه ببخشید، یه پسورد دیکشنریه، نباید اینو بذارید، ولی ما کاری نداریم. یه وی امه. خب آین آی تی اینم که نداریم، اینا اصلا در مورد آین آی تی صادق نیم، ما سیستم دی هستیم. سیستم لاگر هم من فکر نمی کنم اصلا در مورد سیستم دی همچین چیزای صادق باشه. این مهمه. کرون، کرون هم نصب میکنیم. کرون نمیدونم چقدر طول بکشه، بریم امیدوارم زیاد طول نکشه. دانلود و کامپایل. بله خب امیدوارم ویدیو زیاد طولانی نشه. نه میخوام ویدیو، من امیدوارم که بتونم ویدیو رو زیر نیم ساعت نگه دارم، بعضی وقت متاسفانه بالا میزنه فرای حوصله خیلی از کاربران و دوستان عزیز است. خب میبینید همه چی داره کامپایل میشه. خب خود کران یه دپندنسیش بود احتمالا. تموم شد. خب بعد اومده اینجا، آها با آی ان آی تی کرون رو فعال کرده، ما با سیستم سی تی ال انیبل، آه سیستم سی تی ال اینیبل، این از فعال کردن کرون. خب این چیه؟ if the cron of cron are used in addition، نمیدونم ولی خب بذاریم بزنیم. زدیم. خب فایل ایندکسینگ نمیخوایم، SSH نمیخوایم، پکیج هایی برای چک کردن فایل سیستم ها نمیخوایم بزنیم. نه ولش کنید، میخوام ویدیو رو کوتاه نگه داریم. این خوبه، این برای تنظیم اتوماتیک DHCP
این Dynamic Host Configuration Protocol کلاینت دیمون اگه اشتباه نکنم باشه یه همچین چیزی که بتونیم IP بگیریم. احتمالا آپشن دیگه هم هست ولی خب بذارید همینو میگیریم دیگه. جلو دسته دیگه چی؟ آها وایرلس و پوینت تو پوینت پروتکل اوور اینترنت نداریم برای شبکه. و خب رسیم به مبحث شیرین بوتلادر. خب ببینید این بوتلادر ما الان که در مورد x86 صحبت میکنیم یا x86-32 که ما به بوتلادر احتیاج داریم، این مباحث در مورد معماری های دیگه فرق میکنه، اونا به بوتلادر های خودشون دارن. بوتلادر هایی که برای x86-64 داریم و احتمالاً بیشتر دوستان با این آشنا هستن. من میدونم چون این احتمالاً طولانی گراب خیلی خوب نوشته نشده بود تا آخرین بار. بریم جلو و ببینید ما یه دونه گراب رو داریم که این فعلا بوت منیجر مورد استفاده خیلی دوستانه. قبلا یه چیزی داشتیم به اسم لیلو که الان دیگه خیلی من ندیدم استفاده بشه و خب نمیدونم چه توضیحی این روس از لیلو استفاده بکنه. این EFI بوت منیجر اگه EFI سپورت میکنه میتونید به جای گراب از این استفاده بکنید. و این سیسلینوکس یا مجموعه ایزولینوکس، سیسلینوکس و پی ایکس ایلینوکس هم یه بوت منیجره هستن که الان بیشتر ایزولینوکسش رو شما میبینید که بوت منیجریه که برای دیسکای لایو و غیر لایو، دیسکایی که میخواین نصب بکنید ایزوا و فلاشه لایو، من دیدم از این استفاده میشه. خب ولی ما فعلا داریم کار میکنیم گراب گراب گراب. بله گراب هم اینجا توضیحات مختلفی داده برای کانفیگ کردن با حالت بوت EFI UEFI و حالت لگاسی که الان ما لگاسی هستیم. میبینیم این پکیج عزیز ما متاسفانه گراب من تا جایی که میدونم کامپایلش خیلی اپتیمایز نیست. میدید بعد اینجا این خبره نیست. بله دیگه همینه دیگه، چاره نیست، میذاریم بره جلو. دوباره میگم این بوت منیجرها در مورد معماری های اینتل ان ای ام دی x86 بیست صادقه. بریم جلو بریم جلو آخرای کاریم چقدر مونده. یوزر دیگه تمومه اینجا میدید بعد ریبوت بشه. جالبه گراب من فکر کنم نصبش بیشتر خود کرنل طول کشید، یعنی کامپایلش و حتی با نصبش. چی بگیم؟ خب البته ببینید نه بیشتر مقدار زیادی کده اصلاحات کنم، یک کار نسبتا پیچیده است واقعا، مقدار زیادی بچه که اینا رو می نویسن با اسمبلی سرکار دارن. مثلا در مورد سیس لینوکس، ایزو لینوکس و پی ایکس لینوکس کسی که نوشته خب مثلا این اسمبلر خیلی مهم اسمه اگه اشتباه نکرده باشم نسم بود. اگه ببینید من دارم میگم جن تو برای خیلی سیستم یعنی توضیح مناسبی نیست این مخصوص یعنی خب تموم شد دیگه. ای بابا
فکر کنم نفسهای آخرش داره میکشه. امیدوار کننده است. بله الان تموم میشه. خب اول کد، خب آن چی اولی یه نیوزی است، ای سلکت نیوز رید. چه خبره؟ میگه معلم فعلا به گروپ، میگه گروپ تو، بعد دیگه میگه اینو بعد الان فعلا هم گروه توست، وقتی میگه این گراب توست. خب این مهم نیست، ام بی آر رو باید بنویسیم، گراب داش اینستال ماستر بوت رکورد اسلش دیو اسلش اس دی ای. این از نوشتن ماستر بوت رکورد. بعد حالا باید چی کار بکنیم؟ آه EFI نداریم، نداریم. آه اینجاست، grab mk config آتپوتش بره به slash etc slash grab slash grab dot cfg. ببینیم درست دادیم. بله چی؟ آه ببخشید. شد. خب ببینید اینجا ما یک کرنلمون رو پیدا کرد و اضافه کرد، یه دونه کرنل، یه سیستم عامل هم بیشتر نداریم. خب تموم شد. ببینیم جدی جدی فکر کنم تمومه. میگه از محیط تروت بیان بیرون، بعد این چیزایی که مانت کردید و برای تروت همه رو آن مانت کنین و ریکرسیف همه رو آن مانت کنین. آه ببخشید سی دی باید بزنیم که تو اونجا نباشیم که آن مانت کنیم دیگه. یه ریبوت بریم ببینیم ریبوت میکنی یا نه. ریبوت کن. کنم باید چیزم میبستم تا ریبوت میشد. برو ببینیم بوت میشی یا نه. بله خب این بود پسوردی که داده بودیم. اومدیم بالا یونیم داشت ای. بله ما توی جنتو هستیم. حالا چی